با شادی امین مدیر شبکه شش رنگ از آلمان. خانم امین، بله همونطور که گفتیم قبلا البته ایشون خارج شده بودن، الان به کشوری امن رسیدن، چه اطلاعات بیشتری دارید؟ سلام میکنم خدمت شما. این خبر بسیار خوبی است برای جامعه LGBT. دلیل این امر اینه که به هر اگر حکمی که برای مجازات فعالیت‌های ساره و دوستان دیگرش داده بودن اجرا میشد، اگر جمهوری اسلامی موفق میشد این حکم رو اجرا بکنه، سالهای تاریکی در انتظار جوانانی بود که خودشون رو جزء جامعه LGBT، یعنی جزء جامعه همجنسگرایان، دو جنسگرایان یا افراد ترنس میدونن و میبینن که با جرم انگاری رابطه همجنسگرایانه چه عواقب وخیمی میتونه در انتظارشون باشه. اتفاقی که افتاده اینه که ما تونستیم کمپین بسیار موفقی رو در دفاع از ساره مقابل در مقابله با جرم انگاری همجنسگرایی و همچنین برای نقض حکم اعداممون و تلاش برای یک رسیدگی منصفانه به جرایمی که به اون می‌بستن، تونستیم در واقع افکار عمومی جهانی و سیاستمداران رو به این مسئله جلب بکنیم. سازمان‌های جهانی مهمی همراه ما شدن و تونستیم در واقع بیش از 150 نویسنده هنرمند رو در یک کلیپ ویدیویی جمع بکنیم که دو تاشون از برندگان جایزه نوبل بودن و تونست از به جمهوری اسلامی فشار آوردن که ساره رو آزاد بکنه. خب ساره 14 ماه تحت بازداشت و در زندان ارومیه بود. این اتهامات سنگینی بود و خوشبختانه بعد از این فشار بین‌المللی که اتفاقا این نمونه به ما نشون میده چقدر این کمپین‌های جهانی میتونه موفق باشه و چقدر نشست و مدارا با سیاستمداران کشورهای غربی میتونه کمک بکنه که به جمهوری اسلامی فشار آورده بشه و جان یک انسان نجات پیدا بکنه. ببینید شاید در وهله اول به نظر ما عادی بیاد یک حکمی نقض شده، ولی فرزندان ساره امروز امکان دارن که با او زندگی بکنن، امکان دارن مادرشون رو تجربه بکنن تو زندگیشون. مادر ساره از خطر از دست دادن عزیزش رهایی پیدا کرده و این موفقیت تمام کسانی است که امید داشتن، از تلاش باز نایستادن، با زدن هشتگ، با پخش خبرهای مربوط به ساره تونستن این موفقیت رو به دست بیارن. و یک شکست بود برای جمهوری اسلامی به این دلیل که خیلی ساده دستگاه امنیتی مدام در کانال‌های تلگرامیشون هشتگ می‌زدن ساره را اعدام کنید و این نشون میداد که یک ارعاب برای جامعه LGBT که در این سالها بسیار فعال بوده چه در داخل چه در خارج از ایران میخوان ایجاد بکنن و ساره قرار قربانی این سیاست بشه. خوشبختانه فعالیت‌های بین‌المللی، خبررسانی رسانه‌های ایرانی حول این مسئله من جمله خود شما، همه اینا کمک کرد تا فشار به جمهوری اسلامی مانع از اجرای این حکم بشه. متشکرم از شما و خسته نباشید. میگم بهتون شادی امین مدیر شبکه شش رنگ از آلمان.